سلام عرض می کنم. من دکتر نینا سلامت بخش هستم، متخصص اعصاب و روان پزشک، و قصد ما این هستش که توی این یک سری ویدیوهایی که خدمتتون ارائه میشه یک پکیج در واقع سلف کیر و سلف هلپ، خودیاری و خودمراقبتی رو برای همکاران عزیزی که میخوان توی امتحانات ماژوری مثل رزیدنتی دندان پزشکی یا پزشکی شرکت بکنن ارائه بدیم. قدرتمند شدن برای هر ماراتونی نیاز به این داره که افراد بتونن از بجز اون کارهایی که در واقع کاملا مستقیم مرتبط هستش با امتحانی که در پیش رو دارن، یه سری مراقبت‌های جسمی و مراقبت‌های اعصاب و روان رو داشته باشن تا بتونن حد اکثر بهره‌وری رو از پتانسیل‌های خودشون کسب بکنن. مثالی که میتونم بزنم این هستش که فرض کنید که یه فردی داره برای ماراتون ورزشی آماده میکنه خودشو. معمولا اینطوریه که بجز تمرین‌های مستمر و سنگین و منظمی که دارن، برای همه اینها از ماه‌ها قبل بلکه سال‌ها قبل برنامه‌ریزی مراقبت‌های جسمی ریخته میشه، مراقبت‌های روان ریخته میشه که این افراد بتونن در واقع پتانسیل اون تاب‌آوری اون شرایط رو داشته باشن. همچنین برای امتحانات مهمی مثل امتحانات در واقع دستیاری هم این رو میتونه آدم کپی برداری بکنه و همچین مراقبت هایی رو در کنار درس خوندن داشته باشه و میبینید که نتیجه رو میتونه بسیار کاملتر و دلخواهتر بکنه. اونتا قبل از این که اصلا من بخوام آیتم ها رو توضیح بدم، توجهتون رو میخوام به این مسئله جلب بکنم که صرف نظر از این که بعد از این دوره‌ای که گذشت و شما مثلا یه همچین امتحانی رو پشت سر گذاشتید، حالا چه نتیجه‌ای در واقع کسب بکنید، نتیجه دلخواهتون باشه یا نه، این دوره‌ای رو که میگذرونید به لحاظ انسجام روانی به افراد کمک میکنه که بتونن اون تاب‌آوری خودشون رو، اون تحمل کردن شرایط سخت رو، کنترل مدیریت و هیجانات رو آموزش ببینن. روان ما در واقع نیاز داره که یه جاهایی یه سری در واقع اون ناملایمات رو انگار تجربه بکنه و آموزش ببینه برای شرایط مختلف. یعنی جایی که ما روانمون رو هیچ گونه نمیذاریم، اصطلاحا میگن ما میگیم اصلا نمیذاریم آب تو دل انسجام روانیمون تکون بخوره، خب این باعث میشه که تو شرایط مختلف افراد اون تاب‌آوری رو نداشته باشن و نتونن وقتی که تو شرایط سخت مکانیزم های دفاعی ناکارآمد افراد بالا میان بتونن مدیریتش بکنن. به طور کلی این مؤلفه هایی که خدمتتون عرض کردم، تاب‌آوری، کنترل مکانیزم های دفاعی ناکارآمد، کنترل و مدیریت هیجانات، آیتم های EQ هستش یا هوش هیجانی، و امروز ثابت شده که هوش هیجانی بسیار نقش موثرتری در موفقیت افراد داره نسبت به IQ. و خبر خوب در مورد IQ این هستش که IQ قابلیت کسب داره، مثل IQ نیستش که یه عدد ژنتیکی داره و ما هر کدومون یه IQ داریم و خب دیگه از اول تا آخر عمرمون قراره با اون زندگی بکنیم. IQ رو میتونیم ارتقاش بدیم. خواستم به این نکته اشاره بکنم که در واقع گذروندن این شرایط به این کمک میکنه که شما این ترین اجباری رو داشته باشین، به خاطر اینکه در تمام زندگی تنها ماراتون زندگی ما گذروندن امتحان رزیدنتی نیستش، برای جاهای دیگه این تحمل هیجانی به شدت میتونه کمک کننده باشه. این خواستم یه دقتی بکنه به این نیمه پر لیوان برای گذروندن چنین شرایطی. به جز آیتم های مراقبت جسمی و مراقبت اعصاب و روان که من الان خدمتتون عرض میکنم، دو تا پیش شرط رو قبلش میخواییم صحبت بکنیم. من الان اون پیش شرط ها رو و تاپیک ها رو خدمتتون عرض بکنم و بعد به ترتیب جلو خواهیم رفتش. پیش شرط اول برای شروع هر ماراتونی، حالا این ماراتون میتونه مثلا ماراتون ورزشی باشه، درسی باشه، یه بیزینس جدید باشه، هر چیزی که نیاز به شرایط ویژه داره،
پذیرش شرایط هستش. که الان در مورد پذیرش شرایط و استراکچر ذهنی اون خدمتون توضیح خواهم داد. دومین پیش شرط مهمی که برای افراد وجود داره این هستش که بتونن و بلد باشن عوامل مزاحم و عوامل استرس‌زا رو حذف بکنن، عواملی که تحت کنترل ما هست رو حذف بکنن. با این دوتا پیش شرط ما بعد وارد آیتم های مراقبتی میشیم که حالا اینا رو خدمتون توضیح خواهم داد. در مورد پیش شرط هایی که خدمتون توضیح میدم، ولی در مورد آیتم های مراقبت جسمی، یکی از مهمترین مراقبت های جسمی که تو این دوره باید انجام بشه اهمیت خواب در یادگیری هستش. به عنوان یه آیتم مهم در مورد ادامه یادگیری، گاهی اوقات یه جمله رو ما توی کلینیکامون به مراجعینمون میگیم که شما با یه خواب خوب میتونید نتیجه امتحانتون رو تثبیت بکنیم، به دلیل اینکه نقشی که خواب میتونه توی تثبیت مطالعه و یادگیری داشته باشه، که حالا به طور کاملش رو در مورد تنظیم چرخه خواب و بیداری یا بیداری های پاتولوژیک، پرخوابی پاتولوژیک، اینا رو توضیح خواهیم داد. عادات غذایی کمک کننده است. مراقبت جسمی، یکی از مراقبت های جسمی، عادات غذایی هستش که کمک میکنه که افراد استرس کمتری رو تحمل بکنن یا مینرال هایی که لازم هستش که مغز فعالیت بهتری داشته باشه. مسئله بعد تو مراقبت های جسمی شناخت و درمان بیماری های مدیکالی هستش که توی یادگیری تاثیر میذاره، که حالا از جمله این بیماری ها میتونیم به کمکاری تیروید، میگرن، حالا در موردش توضیح خواهیم داد، اشاره بکنیم. و تو مراقبت های دیگه جسمی ابیوز داروها هستش و ابیوز مواد. ابیوز داروها چیزی که باز حالا داروهای مختلف ممکنه وجود داشته باشه، ولی چیزی که ما زیاد میبینیم در مورد کسایی که درس میخونن، گاهی اوقات ابیوز ریتالین رو به عنوان سردسته داروهای محرک میبینیم و یا عوارض یا ابیوز داروی مثل زولپیدم که برای خواب استفاده میشه، که من در مورد هر دوی اینها توضیحات کامل خواهم داد. و در مورد مواد حالا شاید خیلی نیاز به توضیح نباشه، ولی ماده رو که خودم دلم میخواد که راجبش توضیح بدم در مورد ماریجوانا یا گرس هستش، که یه مقداری شیوعش آدم میبینه که زیاد هستش و بعضی ها اصلا استفاده میکنن برای اینکه حالا یه مقداری مودشون و خلقشون رو تغییر بدن یا مثلا یه دوره خلاقیتی داشته باشن. به نظرم بد نیستش که در مورد گرس یه توضیحاتی داده بشه. این میشه در واقع قسمت مراقبت های جسمی. و در مراقبت های اعصاب و روان یه قسمتی برمیگردیم به شناخت فریب های ذهنی. گاهی اوقات توی این شرایط یه سری آیتما بالا میاد، یه سری تعارضاتی بالا میاد که باعث میشه که راندمان کاری افراد رو توی درس خوندن کم بکنه. بهتره که اونها رو بشناسیم و حتی امکان بتونیم حذفشون بکنیم. تایم منیجمنت یا مدیریت زمان یا آیتم بسیار مهم، یه ابزار قدرتمندی هستش که کمک میکنه که به افراد بتونن در واقع از اون تایمی که میگذارن نتیجه خوبی رو ببینن و مدیریت شده زمانشون رو جلو ببرن. به هر حال زمان محدودی هستش، حجم زیاده، امتحان رقابتیه و تایم منیجمنت بسیار میتونه کمک کننده باشه. و یه آیتمی توی مراقبت های اعصاب و روان که اینطور تخصصی تر هستش، شناخت و درمان اختلالات روان پزشکی هستش، که من توی این قسمت چیزایی که فکر میکنم که قابلیت اینو داشته باشه که توضیح داده بشه، که اختلال ADD یا بیشفعالی بزرگ سالی هستش. تقریبا میشه گفتش که آمار نشون میده که 60% کسایی که بیشفعالی کودکی دارن تو بزرگسالی این قضیه ادامه پیدا میکنه و درمان نمیشه، و بنابراین فرد هر چقدر هم تایم بذاره، هر چقدر تلاش بکنه و تمام آیتما رو هم که بخواد رعایت بکنه، وقتی دچار اختلال بیشفعالی هستش به شدت تمرکز کردن براش سخت میشه و چند برابر بقیه باید تمرکز بکنه که نصف بقیه کسایی که دارن درس میخونن بتونه در واقع امتحان رو پشت سر بگذاره. برای یه توجه ویژه ما به ADD داریم. اختلال دیگه دپرشن و اختلالات خلقی هستش. دپرشن به عنوان در واقع یه
بیماری روانپزشکی که کلیه فعالیت‌های فرد رو تحت تاثیر قرار میده، چه به لحاظ ذهنی، چه به لحاظ در واقع فانکشنال و چه به لحاظ جسمی، بسیار قابل تحمل و توجه هستش. از با دپرشن ما خیلی نمیتونیم انتظار فانکشن بالا رو از افراد داشته باشیم. حتما باید شناخته بشه، حتما باید درمان بشه و اختلالات خلقی که ممکنه کنار دپرشن ما ببینیم. باز یه عامل دیگه که توی درس خوندن تاثیر میذاره وسواس هستش. گاهی اوقات افراد زمینه وسواس رو دارن. حالا وسواس بیشتر هم توی درس خوندن وسواس فکری مد نظر ما هستش. یه وسواسی دارن که حالا کنترل شده هستش، ولی تو شرایط استرابزا گاهی وسواس عود میکنه و عود وسواس توی یه امتحان میتونه واقعا فاجعه بار باشه و افراد رو به شدت کند بکنه و نتونن بهره وری لازم رو داشته باشن. وسواس هم حتما باید شناخته بشه و درمان بشه. اختلالات استرابی که خیلی هم شایعه، انواع و اقسام اختلالات استرابی مثل استراب منتشر، مثل حملات پنیک، که اینها علاوه بر اینکه روی سیستم تمرکز تاثیر میذارن، روی سیستم خواب تاثیر میذارن و فانکشن رو پایین میارن. اختلالات استرابی هم باید حتما بهش توجه ویژه بشه. و من در مورد هر کدوم از این اختلالاتی توضیح خواهم داد و پلن‌های درمان روانپزشکی که بر هر کدوم از اینا وجود داره که فرد اینها رو بتونه حل و فصلش بکنه و در واقع با یه مراقبت روانی خوب، مراقبت جسمی خوب در کنار اون درس خوندن مستمرش نتیجه خوبی رو بگیره.